سلام دوستان، من معصوم شریفلو هستم و با یه آموزش جذاب نوروزی از بخش موشن گرافیک با پاورپوینت در خدمتتون هستم. چند روز پیش شرکت خدمات مسافرتی آریا برای سفرهای نوروزیشون به من سفارش ساخت یه موشن گرافیک داد و من این موشن گرافیک 21 ثانیه‌ای رو با پاورپوینت ساختم که حالا تو این ویدیو هم میخوام به شما یاد بدم که چطور میتونید همچین موشن گرافیک‌های جذابی رو فقط با کمک نرم افزار پاورپوینت بسازین. پس بریم اول خروجی کارو ببینیم، بعد برمیگردیم و با هم دیگه از ابتدا تا انتها این موشن گرافیک رو میسازیم. فایل پاورپوینت این موشن گرافیکه که الان من برای شما این رو باز کردم. اگر میخواین که این فایل پاورپوینت رو دریافت کنید، میتونید عضو کانال تلگرام ما بشین که من این فایل پاورپوینت رو توی کانال تلگرام هم براتون قرار دادم که به راحتی میتونید دانلودش بکنید. خب همونطور که میبینید این موشن 21 ثانیه‌ای فقط با 4 تا دونه اسلاید پاورپوینت ساخته شده. پس دوستان خوبم، همونطور که دارید میبینید میتونید با تسلط کامل روی یه نرم افزار، حتی نرم افزار پاورپوینت، به راحتی میتونید هم برای خودتون محتوا تولید کنید و هم سفارش کار بگیرید و کسب درآمد داشته باشید. منم همین کارو میکنم. من با مهارتی که روی نرم افزار پاورپوینت به دست آوردم و حالا نرم افزارهای گرافیکی دیگه، به راحتی برای کسب و کار خودم تولید محتوا میکنم و با این مهارت خودم سفارش کار هم میگیرم و درآمد ریالی و دلاری برای خودم میسازم، که البته تو ویدیوهای بعدی در مورد روشهای درآمدزایی از مهارتهایی که تو این کانال یاد میگیرینم حتما براتون ویدیو تولید میکنم. پس اگه عضو کانال ما نیستین، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید تا از انتشار ویدیوهای بعدی ما مطلع بشین و جا نمونید. خیلی خب، حالا بریم ببینیم که چطور میشه این موشن جذاب و ساخت. به خاطر اینکه این شرکت میخواست این موشن رو در پست و استوری پیج اینستاگرام خودش منتشر کنه، به خاطر همین من سایز 1080x1350 پیکسل رو برای طراحی این موشن انتخاب کردم. خب حالا اصلا اجازه بدین که از ابتدا من یه فایل پاورپوینت خالی رو باز کنم و با هم دیگه مراحل ساخت این موشن گرافیک رو پیش ببریم. برای انجام این کار باید از قسمت دیزاین و اسلاید سایز، کاستوم اسلاید سایز رو بزنید و اینجا تو قسمت وید و هیت باید مقادیر طول و عرض اسلایدتون رو وارد بکنید. که خب من 1080 پیکسل رو تبدیل به سانتی متر کردم، شد 28.57 سانتی متر و همینطور 1350 پیکسل رو هم که تبدیل به سانتی متر کردم، شد 35.71 سانتی متر. خب حالا اوکی میکنم و اینجا گزینه اینشر فیت رو میزنم تا به این صورت اسلاید من به سایز مد نظر من در بیاد. حالا از قسمت هوم و لی اوت هم شما میتونید یک لی اوت خالی رو برای اسلایدتون انتخاب کنید. خب ما برمیگردیم به فایل پاورپوینت قبلی و دونه به دونه اسلاید ها رو با هم چک میکنیم و این ور توی این اسلاید دوم که خالی هست در واقع موشن رو با هم میسازیم. خب من این طرح ماهی ها رو از سایت فری پیک دانلود کردم. البته من قبلا یه ویدیوی آموزشی در مورد سایت فری پیک کامل تهیه کردم و در مورد نحوه کار با این سایت کامل توضیح دادم که اگر اون ویدیو رو ندیدید، لینکش رو اینجا بالا قرار میدم. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یه سری به این آموزشمونم بزنید و کامل با این سایت جذاب آشنا بشید. همینطور سایت فلت آیکون هم خیلی به دردتون میخوره که البته من تو این آموزش هم ازش استفاده میکنم، که یه ویدیوی کاملم در مورد معرفی سایت فلت آیکون قبلا تهیه کرده بودم که اگر اونم ندیدید لینکش هم باز این بالا قرار میدم. حتما بهتون پیشنهاد میکنم یه نگاه بهش بندازید و با این دوتا سایت جذاب که خیلی میتونه کارتون رو تو زمینه که طراحی و تولید محتوا راحت کنه باهاشون آشنا بشید. خب من توی سایت فری پیک اومدم و عبارت نوروز رو سرچ کردم و به این دوتا طرح رسیدم. این طرح رو من قبلا دانلود کردم که این فایل زیپ هست. شما بعد اینکه این فایل رو دانلود میکنید یه فایل زیپ در اختیار شما قرار میده که حالا باید نرم افزار ایلاستریتور رو روی سیستمتون نصب داشته باشید.
در افزار ایلاستریتور یه نرم افزار وکتور بیسه که شما میتونید برای ادیت طرحهایی که از سایت فری پیک دانلود میکنید به راحتی از این نرم افزار استفاده کنید. من فایل AI طرحی که از سایت فری پیک دانلود کردم و تو ایلاستریتور باز کردم. حالا کاری که میخوام انجام بدم اینه که میخوام این در واقع دوتا ماهی رو از این طرح آینه ای که اینجا وجود داره جدا کنم و جدا خروجی بگیرم. چرا این کار رو میکنم؟ برای اینکه دوستان خوبم، برای اینکه ما بتونیم توی پاورپوینت به اجزا و طرح‌های مختلف انیمیشن بدیم، هر کدوم از این اجزا باید جدا انتخاب بشه. به خاطر همین ما لازم داریم که این ماهی ها رو از طرح بکی که اینجا وجود داره جدا کنیم. که من این کار با نرم افزار ایلاستریتور انجام میدم. یکم از حالت زوم خارج میشم. روی طرح هم راست کلیک میکنم، گزینه آن گروپ رو میزنم، اول این نوشته رو حذف میکنم چون بهش احتیاجی ندارم. بعد میام با استفاده از گزینه آرت بورد تول با کلید میانبر شیفت او میام یه آرت بورد جدید به این صورت رسم میکنم و حالا میام و این طرح ماهی رو انتخاب میکنم، کپی میکنم و در آرتبورد جدیدم قرار میدم. یکم سایزش رو بزرگتر میکنم که بتونم با کیفیت بالا ازش خروجی بگیرم. خیلی خب، حالا این آرتبوردی که الان من انتخاب کردم، اگر باز دوباره ابزار آرتبورد تول رو انتخاب کنید، ببینید که آرتبورد شماره 2 این گوشه اینجا مینویسه. برای خروجی گرفتن شما شماره آرتبورد رو بهتره که بدونید، چون اینجا ما دوتا آرتبورد داریم. برای خروجی گرفتن بهتره که شماره آرتبوردتون رو بدونید. حالا برای خروجی گرفتن PNG از این طرح ماهی، من از طریق منوی فایل، اکسپورت از اقدام میکنم، خروجی رو PNG انتخاب میکنم و بعد گزینه یوز آرتبورد رو میزنم و تو قسمت رنج میام رنج 2 رو انتخاب میکنم. یعنی در واقع من میگم که شما بیا و از آرتبورد شماره 2 من این خروجی PNG رو بگیر، که مثلا میگم من این طرح ماهی رو دارم، اسمش هم اینجا مشخص میکنم، اکسپورت میزنم، اینجا یه پیشنمایشی از طرحی که میخواد خروجی بگیره رو به من نشون میده و بعد در صورت تایید من اوکی رو میزنم. خب این از این کار. خب ماهی رو میذاریم کنار. حالا این طرحهای ماهی رو جدا میکنم و هم میتونید طرح آینه رو جدا ازش خروجی بگیرید، هم میتونید با این بک‌گراند پشتش با همدیگه یه خروجی بگیریم و تو کار قرار بدیم. بذار برگردم اسلاید قبلی. من هم اینجا همین کار کردم، یعنی طرح آینه با این بک‌گراند پشتش رو با همدیگه خروجی گرفتم که الان ما میتونیم بیایم همین کار رو برای این انجام بدیم. فقط دوستان خوبم، این سایز آرتبورد رو بهتره برای راحتی کار به همون سایز در واقع 1080x1350 پیکسل تغییر بدید. برای اینکه مطمئن باشید که واحد شما تو نرم افزار ایلاستریتور پیکسله، میتونید روی این خطکشی که این بالا وجود داره راست کلیک کنید و مطمئن باشید که اینجا واحد پیکسل انتخاب شده. اگر این خطکش برای شما فعال نیست، اگر کنترل آر رو روی کیبوردتون بزنید، این خطکش برای شما فعال یا غیر فعال میشه. خب پس من مطمئن شدم که الان واحد اندازه‌گیری توی نرم افزار ایلاستریتور من پیکسله. حالا تو قسمت وید من 1080 و تو قسمت هیت هم من 1350 رو وارد میکنم. کنترل صفر رو روی کیبوردم میزنم به این صورت تا یه نمای کلی از کاری که دارم انجام میدم داشته باشم. حالا طرح بک‌گراند رو انتخاب میکنم، وارد آرتبورد جدید میکنم. از گزینه های الاین که اینجا هم وجود داره میشه برای الاین این طرح استفاده کرد. فقط برای اینکه این گزینه های الاین رو آرتبورد جدید کار بکنه، بعد اول آرتبورد جدیدمون رو فعال کنیم. که من روی ابزار آرتبورد تول یه بار کلیک میکنم و بعد روی آرتبورد شماره 2 کلیک میکنم که به ایلاستریتور این نکته رو گوشزد کنم که الان آرتبورد فعال من این آرتبورد شماره 2 هستش. و حالا روی ابزار سلکشن تول با کلید میانبر V کلیک میکنم و حالا از گزینه های الاین استفاده میکنم و بعد با نگه داشتن کلید شیفت از گوشه ها میتونم طرحم رو به این صورت بزرگ کنم تا تمام صفحه رو بگیره و بعد از گزینه الاین سنتر هم استفاده میکنم تا طرحم به این صورت قرار بگیره. حالا این طرح آینه رو میارم و با نگه داشتن کلید شیفت بزرگترش میکنم و در مرکز کار خودم قرار میدم. اگر گزینه های horizontal align center یا vertical align center رو که بزنید، طرح شما به این صورت در مرکز کارتون قرار میگیره.
حالا میتونم از این طرح هم خروجی بگیرم، از منوی فایل و اکسپورت، اکسپورت از رو میزنم و اینجا دیگه باید از عکس هم خروجی جی پیگ بگیرم، به خاطر که دوست دارم که بک‌گراند طرح هم سفید باشه. گزینه یوز آرتبورد رو حتما دوستان تیک بزنید تا اون عکس هایی که حالا بیرون آرتبورد قرار گرفته برای شما خروجی گرفته نشه. رنج 2 رو انتخاب میکنم و اینجا گزینه اکسپورت رو میزنم و اوکی. خیلی خوب، حالا ما برمیگردیم به پاورپوینت خودمون. از قسمت اینزرت و پیکچر دیسپلیز به راحتی میتونید عکس هایی که الان با هم دیگه ساختیم رو انتخاب کنید، دکمه اینزرت رو بزنید تا این عکس ها وارد نرم افزار پاورپوینت بشه. خیلی خوب، حالا طرح ماهی رو انتخاب میکنم، یکم کوچیک ترش میکنم، جای مربوطه خودش قرار میدم. از همین طرح ماهی یکی هم این پایین داشتیم، درسته؟ پس یه دونه ازش کپی میگیرم، به کمک گزینه روتیت میتونم طرح ماهیمو بچرخونم فلیپ هوریزونتال یا با استفاده از گزینه فلیپ ورتیکال میتونم این کار رو انجام بدم. ما تو موشن قبلی هم یه دونه اینجا نوشته داشتیم. از قسمت اینزرت و تکست باکس میام یه تکست باکس وارد میکنم و نوشته خودم رو اینجا تایپ میکنم. تا نوروز چیزی باقی نمانده. خب متن انتخاب میکنم به کمک گزینه رایت تو لفت و با استفاده از گزینه سنتر طرحم رو به این صورت در مرکز قرار میدم. فونتی که من اینجا برای نوشتم انتخاب کردم فونت امارکی پوستر 9 هست که شما هم میتونید از این فونت اگر دوست داشتین استفاده کنید. که این انتخاب فونت کاملا سلیقه‌ای، اگه دوست داشتید میتونید از این فونت استفاده کنید. خب بعد اندازه که متنمون رو بزرگتر میکنم و این رو در مرکز قرار میدم. میتونم رنگ فونتم رو هم در اینجا به کمک گزینه فونت کالر تغییر بدم. برگردیم به اسلاید قبلی و حالا انیمیشن هایی که اینجا به این اسلاید دادیم باقی مونده و من این اسلاید رو اجرا میکنم. ببینید اول بک‌گراند میاد، بعد ماهی ها میان، یکم تکون میخوره و بعد نوشته ظاهر میشه. خب برای انجام این کار هم شما میتونید یا این عکس بک‌گراند رو انتخاب کنید، از بخش انیمیشن و انیمیشن پن هم من برای شما باز میکنم که تو پنجره انیمیشن پن هر انیمیشنی که به اجزا من اینجا بدم رو شما میتونید اینجا مشاهده کنید. از بخش از انیمیشن هم میتونید اقدام بکنید، از این پنجره که اینجا هم به صورت پیش‌فرض وجود داره میتونید برای انجام حالا انیمیشن دادن به المان هاتون استفاده بکنید. خب من گزینه به عنوان مثال اینم بازم یه کار سلیقه‌ایه، مثلا وایپ رو انتخاب میکنم، از بالا مقدارش رو روی ویپریوس تنظیم میکنم، بعد ماهی ها رو انتخاب میکنم که هر دو تا ماهی میخوام که با همدیگه ظاهر بشن. میتونم از بخش از انیمیشن بیام گزینه مورین ترنس افکت رو بزنم که بتونم افکت های بیشتری رو اینجا ببینم. من گزینه فلوت داون رو براشون انتخاب میکنم، اوکی میکنم و میگم که این در واقع اجرا شدن این ماهی اول حتما استارتش روی مثلا افتر پیوست باشه. دوستان خوبم، توی ساخت موشن گرافیک با پاورپوینت اصلا هیچ کدوم از انیمیشناتون نباید با کلیک کردن اجرا بشه، همه باید یا مقدار استارت روی افتر پریوست باشه یا روی وید پریوست باشه. اگر هم که هیچ آشنایی با نرم افزار پاورپوینت ندارید، من قبلا یه سری ویدیوهای آموزشی به صورت سریالی تهیه کردم که باز لینکش هم اینجا براتون قرار میدم که اگر این ویدیوها رو ببینید به صورت کلی دیدی نسبت به نرم افزار پاورپوینت پیدا میکنید و میدونید که حالا تفاوت گزینه استارت با وید یا با آن کلیک چیه. بعد حالا اگر دقت کرده باشید این ماهی ها یکم تکون خورد که این تکون خوردنش رو من با انیمیشن تتر انجام دادم. چون قبلا ما یه انیمیشن ورود به این المان ماهی دادیم، حالا برای اینکه بخوایم انیمیشن دوم رو به این ماهی اضافه کنیم دیگه نمیتونیم بیایم از این گزینه ها، این پیش نمایش هایی که اینجا وجود داره استفاده بکنیم، به خاطر اینکه انیمیشن قبلی از بین میره. حالا چیکار میشه کرد که به یه المان ما بتونیم دو تا انیمیشن بدیم؟ باید از گزینه اد انیمیشن استفاده کنیم. انیمیشن تتر یا اون انیمیشن حالت یکم تکون که میخورد تو بخش انیمیشن های اینفاسیس هست. من اینفاسیس افکت رو انتخاب میکنم و بعد اینجا گزینه تیتر رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. باز مقدار استارتش رو میتونیم مثلا روی افتر پریوست قرار بدیم و حالا همین حالت رو میخوام به انیمه به ماهی دوم هم بدم. هم میتونم یه بار دیگه ماهی دوم انتخاب کنم و برم از انیمیشن این کار رو انجام بدم، هم میتونم ماهی اول رو انتخاب کنم، از انیمیشن پینتر استفاده کنم، یه بار روی ماهی دوم بزنم تا انیمیشن تتر رو هم
بخوام به ماهی دومم اضافه کنم. الان هر دو تا انیمیشن ورود و اون انیمیشن تتلی که یکم تکون میخورد رو به کمک انیمیشن پینتر ما به ماهی دوممون هم اضافه کردیم، که حالا میخوام که این ماهی در واقع اول و دوم با هم اجرا بشه. پس مقدار استارتش رو که ویت پریوست تنظیم میکنم. فقط جهت ورود ماهی دوم به اسلاید رو من میخوام تغییر بدم، که انیمیشن ورود رو انتخاب میکنم، بعد از بخش افکت آپشن گزینه فلوت آپ رو انتخاب میکنم. به این صورت در جهت‌های مختلف و متفاوتی از همدیگه این دوتا ماهی وارد اسلاید میشه. الان نگاه کنید، ماهی اول در واقع انیمیشن فلوت اینش از پایین اجرا میشه. نگاه کنید به این صورت، پلیش اگر بکنم هر دو از جهات مختلف وارد اسلاید میشن. فقط یه نکته هم در مورد موزیک بک‌گراند بهتون بگم، که شما هم میتونید موزیک بک‌گراند رو بعد اینکه موشن گرافیکتون رو ساختین تو نرم افزاری مثل کامتازیه بهش اضافه کنید، هم میتونید همینجا تو پاورپوینت همین کار رو انجام بدید. که من الان یه موزیکی رو که از قبل آماده کردم، این موزیک رو انتخاب میکنم، کنترل سی میزنم و وارد این اسلاید میکنم به این صورت. و حالا تنظیماتش رو بخوام بهتون بگم، از بخش پلی بک حتما باید گزینه اوتوماتیکالی انتخاب شده باشه و بعد حتما هم باید گزینه پلی اکراس سلایدز رو ما انتخاب کنیم تا این موزیک در کل موشن ما پخش بشه. و بعد حتما باید دوستان تو قسمت انیمیشن پن هم حواستون باشه که این انیمیشن مربوط به اجرا شدن این صوت باید ابتدای همه این انیمیشن ها قرار بگیره و انیمیشن های بعدی هم باید مقدار ویت پریوست براشون تنظیم شده باشه. چون اگر افتر پریوست رو من مثلا براشون انتخاب کنم، مثلا الان این انیمیشن سومیه که افتر پریوست انتخاب شده، وقتی که پلی شدن این موزیک تموم بشه اجرا میشه، که خب به درد ما نمیخوره. پس من اینجا گزینه ویت پریوست رو براش انتخاب میکنم، ولی با استفاده از گزینه دیلی یه تأخیری تو اجرا شدن این انیمیشن بهش میدم. الان اینجا برای انیمیشن تأکیدش هم همین کار رو باید کرد، باید ویت پریوست انتخاب کرد، بعد به کمک گزینه دیلی من میام و به اجرا شدن این انیمیشن یکم دیلی میدم. این هم همینطور به این صورت. الان ماهی دوم هم انیمیشن تترش باز استارتش رو افتر پریوسته، که روی ویت پریوست میذارم و بعد یک دیلی رو خودم به این صورت دستی بهش اضافه میکنم. بریم ببینیم تا اینجا یه کار چی ساختیم. خب حالا میخواییم اسلاید دوم از موشنمون رو بسازیم. من رو فایل قبلی برمیگردم. اسلاید دوم دوستان یک عکسی اینجا هست. این حالا من المان‌های مختلفش رو میخوام جدا جدا بهتون نشون بدم که ببینید که چطوری موشن ساخته شده. این عکس بک‌گراند رو هم باز من دوباره از سایت فری پیک دانلود کردم. خیلی کار سختی نبود. همون روشی که بهتون تو اسلاید قبلی گفتم به راحتی شما میتونید هر عکسی که برای بک‌گراندش دوست دارید و توی سایت فری پیک انتخاب کنید و تو نرم افزار ایلاستریتور به این صورت. حالا خیلی هم لازم نیستش که ایلاستریتور رو کامل بلد باشین، فقط در حد همینه که یه آنگروپش بکنید، اجزایی که دوست ندارید و انتخاب کنید و پاک کنید و جابجایی خیلی ابتدایی انجام بدین و با کمک گزینه فایل و اکسپورت، اکسپورت هایی که حالا مد نظرتونه به صورت پی ان جی یا به صورت جی پی کو تهیه کنید و بعد وارد نرم افزار پاورپوینتتون کنید، که من این کار رو هم انجام دادم. بعد دوستان این کاری که اینجا دیدین یک فایل ویدیویی بود، که حالا از سایت های مختلف میتونید فایل های ویدیویی مربوط به موضوع خودتون رو دانلود کنید. من چون موضوعم مربوط به سفر بود این فایل ویدیویی رو دانلود کردم و اینها هم که عکس های پی ان جی هست، که باز دوباره حالا من این کار رو هم ایلاستریتورش رو باز کردم. این کار از این کارها میتونید استفاده کنید، از این گل ها، البته این طرح گلش فرق میکنه، حالا هر گلی که دوست داشتید. مثلا من این گل رو از سایت فری پیک دانلود کردم، با فرمت پی ان جی ذخیره کردم و حالا توی تزیینات خودم استفاده کردم، به خاطر اینکه میخواستم که کار موشنم یکم تم بهاری داشته باشه. و بعد یه نوشتم که اینجا قرار دادیم. خب حالا باز من همین المان ها رو استفاده میکنم، یه عکس بک‌گراند رو کپی میکنم، تو اسلاید جدید این المان های گرافیکی رو قرار میدم و انیمیشناش رو از اول با همدیگه مرور میکنیم. پس میبینید المان های در واقع گرافیکی دیگه کاملا سلیقه‌ایه، بستگی به اون متن و موضوع و محتوای خودتون داره. که البته من همونطور که بهتون گفتم تو کانال تلگرام هم فایل پاورپوینت این کارو قرار دادم براتون به راحتی. حالا حتی اگر فقط هم همین کارو بخواید میتونید فایل پاورپوینت رو از کانال تلگرام ما دانلود کنید. ولی نکته مهمش
اینه که خب بتونید شما این مهارت رو برای محتوای خودتون کاستوم کنید دیگه. به خاطر همین همه این المان‌های گرافیکی رو انتخاب میکنم، کپی میکنم، بعد به پاورپوینت قبلی برمیگردیم، یه اسلاید خالی من اینجا میسازم، لیوتش رو بلنک میکنم و این المان‌های گرافیکی که انتخاب کردم رو تو اسلاید جدیدمون هم کپی میکنم. البته چون اسلاید قبلی من به این المان‌ها انیمیشن داده بودم، انیمیشنش اینجا هم ظاهر شد که حالا من این انیمیشن‌ها رو کامل پاک میکنم تا از اول با هم دیگه به این المان‌های گرافیکی که اینجا وجود داره انیمیشن بدیم. اول انیمیشن مربوط به بک‌گراند اجرا میشد که شما میتونید باز هر انیمیشنی که دوست دارید بدید. مثلا من انیمیشن وایپ رو انتخاب میکنم، از بالا مقدار استارتش هم روی افتر پیلس میذارم. یه نکته اینجا بگم، انیمیشن اول چه فرقی میکنه که استارتش روی افتر پیلس باشه یا وید پیلس؟ با چه معیاری مسئله سنجیده میشه و انیمیشن ابتدای انیمیشن پن اجرا میشه؟ اگر مقدار استارت انیمیشن اول تو انیمیشن پن رو ما روی افتر پیلس بذاریم، بعد از اجرا شدن افکت ترانزیشن انیمیشن اول این انیمیشن پن اجرا میشه. مثلا من اگر اینجا برای اسلاید دوم تو بخش ترانزیشن گزینه مورف رو انتخاب کنم و بعد تو قسمت انیمیشن پن برای انیمیشن اولم بیام استارتش رو روی افتر پریوست بذارم، بعد از اینکه این افکت مورف تو ترانزیشن اجرا شد انیمیشن اول من هم اجرا میشه. خب بعد که این اجرا شد، حالا دوست دارم که این گل ها مثلا ظاهر بشه، حالا باز این دوتا گل رو انتخاب میکنم، حالا باز هر انیمیشنی که دوست داشتید، مثلا فلاین رو بهشون اختصاص میدم، حالا مقدار استارتش رو روی افتر پریوست میذارم. دوست دارم که این گل که اینجا هست از بالا بیاد پایین و این یکی گل مثلا دوست دارم که از پایین بیاد به بالا، همین افه، همین حالاتی که در واقع خودش به صورت پیشواز داره. بعد حالا بعد از این دوست دارم که این ویدیوی من پلی بشه. از بخش پلی بک حتما گزینه اتوماتیکالی رو انتخاب کنید. برای نوشته هم همون افکتی که توی موشن دیدین رو اگر بخوایم به نوشته بدیم، باشه من گزینه فلای این رو براش انتخاب کرده بودم. بعد مقدار استارتش رو میتونیم روی گزینه در واقع ویت پریوست قرار بدیم. چرا ویت پریوست؟ به خاطر اینکه دوست داریم که همزمان با اجرا شدن این ویدیو انیمیشن هم انیمیشن این متن هم اجرا بشه، چون اگر افتر بزنم بعد از اینکه اجرا شدن این ویدیو تموم شد این تازه اجرا میشه که من همچین چیزی رو نمیخوام. البته حواستون باشه که تو قسمت در واقع پلی بک پلی شدن این ویدیو رو میتونید تیک گزینه لوپاندیل استاپ رو هم بزنید تا زمانی که شما روی این اسلاید باقی بمونید این ویدیوی شما پخش بشه و اجرا بشه. خب حالا میخوام تنظیمات بیشتر رو به انیمیشن متنم بدم که برای انجام این کار باید گزینه افکت آپشن رو انتخاب کنید. دیدید یه حالت این داشت که مثلا در واقع نوشته ها مثلا کلمه به کلمه میومد و یه تکونی میخورد وقتی که کلمه ها ظاهر میشد. من این تکونه رو به کمک بانس اند ایجاد کرده بودم و اون حالت کلمه به کلمه اومدن رو هم تو قسمت انیمیت تکس اگر گزینه بای ورد رو انتخاب کنی و یا حالا مثلا دیلی هم بین ظاهر شدن کلمات اینجا به کمک این گزینه اختصاص بدید، اون افکتی که توی موشن دیدید اجرا میشه. خب پس من اوکی میکنم. الان دیدین یه همچین حالتی میتونید اینجا داشته باشید و همینطور وقتی که انیمیشنتون انتخاب تو قسمت افکت آپشن هم میتونید گزینه مثلا بای پاراگراف رو هم انتخاب کنید. خب من مقدار استارتش رو که روی وی پریوست گذاشتم یکم بهش دیلی میدم و همین، اینم میشه از در واقع اسلاید دوممون. دیگه نکته خاص دیگه ای نداره. اسلاید سوممونم باز دوباره همون مثل اسلاید دوم ساختم، بازم این یه فایل ویدیوییه که با توجه به موضوع سفر من انتخاب کردم. سایت های مختلف زیادی برای دانلود ویدیوها وجود داره، مثلا این سایتی که من الان دیدم سایت tenor.com، مثلا موضوعات مختلف سفر، گیف ها، ویدیوها که توی حالا این سطح اینترنت به صورت رایگان وجود داره میتونید ازش استفاده کنید که من این کار رو انتخاب کردم. باز حالا انیمیشن پنش هم باز کنم، دقیقا مثل سلاید قبلی نکته خاصی نداره جز این آیکون متحرکی که اینجا وجود داره. دوستان آیکون متحرک این کار رو من از سایت فلت آیکون دانلود کردم، از بخش انیمیتد آیکونز عبارت کال رو سرچ کردم و این کار رو دانلود کردم، به صورت فایل گیف هم دانلود کردم
که بازم بهتون میگم اگر با سایت فلت آیکون آشنایی ندارین، من قبلا یه ویدیو کامل در مورد آشنایی با فلت آیکون براتون تهیه کردم که لینکش هم اینجا بالا قرار میدم، که بهتون پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو هم ببینید و با امکانات جذاب و جالبی که این سایت داره آشنا بشید. بعد این فایل گیف رو دانلود کردم دوستان، وارد در واقع پاورپوینت که بکنید، بذارید کارو با هم انجام بدیم. این فایل گیفی بود که من دانلود کردم، کپی میکنم اونو وارد اسلاید میکنم، حالا یه اسلاید خالی همینجا ایجاد میکنم که بخوام بهتون نشون بدم که اون حالت دایره‌ای که من به این گیف دادم و رنگش رو کامل تغییر دادم و مشکی کردم و چیکار کردم که اینطوری شده، وگرنه دیگه نکته خاص دیگه ما برای ساخت این موشن نداریم. اینم همینطوری جا از لوگوی شرکت استفاده کردم جای این در واقع دو تا ویدیو. حالا شما دوستان جای این ویدیوها حتی میتونید از فایل های گیف آماده ای هم که وجود داره استفاده کنید، مثلا همین گیف تلفنی که اینجا وجود داره، اینا همه این فایل گیفه ولی این فایل ویدیوه و تنظیماتش هم خیلی نکته خاصی نداره، به همشون اشاره کردم. فقط در مورد این فایل گیف میخوام بهتون بگم که چطور من فایل گیف رو توی این دایره قرار دادم و رنگش رو هم تماما مشکی کردم. این کار رو فقط با پاورپوینت انجام دادم و کار خاصی با نرم افزار دیگه انجام ندادم. برای تغییر رنگش که فقط کافی از قسمت کالر شما بیاید مثلا رنگ مشکی رو انتخاب کنید به این صورت. حالا برای قرار دادن این فایل گیفتون توی حالا قالب‌های مختلف میتونید از بخش پیکچر فرمت، من اول از بخش پیکچر بورد یه رنگی رو به اطراف این شکلم اختصاص میدم، از قسمت ضخامت یا ویت هم مثلا گزینه 6 پوینت رو انتخاب میکنم. حالا برای اینکه این فایل گیف رو تو حالت دایره ببرم میتونم از گزینه کراپ تو شیپ و از بخش بیسیک شیپ گزینه اوول رو انتخاب میکنم و به این صورت فایل گیف من به حالت دایره برش میخوره و حالا میتونم توی طراحی و هر جایی که دوست داشتم ازش استفاده کنم. اینم فقط نکته‌ای بود که در مورد نحوه استفاده از فایل‌های گیف توی موشن گرافیک با پاورپوینت ها باید بهش اشاره میکردم. بعد که در انتها همین کارا رو انجام دادیم میتونید به راحتی از این موشنی که طراحی کردین خروجی ویدیو بگیرید. فقط حتما یه نکته دیگه هم که بخوام بهتون بگم دقت کنید، ترانزیشن همه این اسلاید ها رو که حالا یه افکتی براش انتخاب کردید حتما باید روی گزینه افتر باشه. حالا با توجه به اون محتوایی که اون اسلاید داره نمایش میده، مثلا ممکنه یه اسلاید رو بگین که ترانزیشنش مثلا بعد 3 ثانیه اجرا بشه، بعدی مثلا بعد 4 ثانیه دیگه، اینو باید با توجه به محتوایی که دارین تو اون اسلاید ارائه میکنین ثانیه‌اش رو اینجا تنظیم کنین. بعد حالا وقتی که بتونید زمان تقریبی موشنتون هم اندازه گیری کنید، این موزیک بک‌گراندی که تو اسلاید اول قرار دادین رو بعد از قسمت پلی بک در انتها که یعنی موشنتون ساخته شد و خودتون مثلا تخمین میزنید که میشه مثلا 20 ثانیه 21 ثانیه، خب حالا بعد از قسمت پلی بک بخش تریم اودیو بیاین و فقط 22 ثانیه یا مثلا 21 ثانیه، یعنی اندازه اون تایمی که موشنتون داره، موزیک بک‌گراندتون رو جدا کنین و حالا مثلا میتونید بهش یکم هم فید اوت بدین که موزیکتون یه دفعه تموم نشه و یه حالت با یه حالت فیدی تموم بشه. بعد که این کار رو انجام دادیم دیگه نکته خاصی دیگه وجود نداره که توی این کار بهش اشاره نکرده باشم. بعد در انتها میتونید به کمک گزینه فایل سیو از بروز اول محل ذخیره سازی انتخاب کنید، تو بخش سیو از تایپ هم اگر گزینه امپگ ویدیو رو انتخاب کنید و سیو رو بزنید، به همین راحتی میتونید از موشنی که طراحی کردین خروجی ویدیو بگیرید و توی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت خودتون منتشر کنید یا اگر سفارش کار هست به مشتریتون تحویل بدید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. برای اینکه ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین بهتون پیشنهاد میکنم که عضو کانال ما بشین و زنگوله رو هم بزنید تا از انتشار ویدیوهای بعدی ما جا نمونید. همینطور امیدوارم که سال خیلی خوب و خوشی رو شروع کنید. موفق باشین.